درود بر همیهنان عزیز و آزادی خواهم در خدمت شما هستیم با دو موضوع مهم و تحلیلی با ما همراه باشید اما قبل از ادامه برنامه توجه شما را به خبری فوری که دقایقی پیش به دست ما رسید جلب می کنم در خبری بسیار مهم و فوری لحظاتی پیش رسانه های داخل ایران از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش در جلفا خبر دادند ایسنا در این رابطه نوشته است برخی اخبار حاکی از آن است که بالگرد حامل ابراهیم رئیسی در آذربایجان شرقی دچار سانحه شده است ایسنا ادامه داده که با این حال برخی همراهان رئیس جمهور در این بالگرد توانستند تماسی با مرکز برقرار کنند و بدین جهت امیدواری برای پایان این حادثه بدون تلفات جانی افزایش یافته است ایسنا اضافه کرده در این کاروان سه هلیکوپتر حضور داشتند که دو هلیکوپتر که برخی وزرا و مسئولان در آن حضور داشتهاند سالم به مقصد رسیدند در آخر ایسنا به نقل از منابع مطلع نوشته که شنیده شده آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز و امیر عبداللهیان وزیر خارجه نیز در هلیکوپتر حامل رئیس جمهور نظام حضور داشتند برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا خبر میدن خبرهای اولیه حاکی از سانهه فرود سخت برای بالگرد حامل رئیس جمهور هستش همونطوری که به صورت زیرنویس فوری هم در شبکه خبر از دقایق قبل ملاحظه می کنید گروه های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل سانه هستند آخرین خبرها رو در ارتباط با سانهه بالگرد حامل رئیس جمهور به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میکنیم به محض دریافت ولی تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم اخبار تایید نشده از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس جمهور در منطقه جلفا خبر میدن و گروه های امدادی از دقایق قبل برای تلاش خودشون رو آغاز کردن برای رسیدن به محل سانحه خیلی متشکرم از اینکه تا لحظه تنظیم این خبر ابعاد جدیدی از این حادثه مشخص نشده و در بسته های آینده جزئیات بیشتری از این خبر رو برای شما گزارش خواهیم کرد و اما ادامه برنامه اولین اعلام موضع شاهزاده درباره پادشاهی ایران و پیوند با چپگرایان موج جدید اعتراضات و اعتصابات در راه است قبل از هر چیز ویدیویی ببینید از افشاگری یک تلافروش در مورد توطئه سران جمهوری اسلامی درباره مردم من یه تلافروشم اعتراض من اونطور که دارن تو رسانه ها جلوه میدن به شفافیت و, و مالیات نیست دولت میخواد منو مکلف کنه تا کد ملی و مشخصات و میزان خرید مشتریانم رو تو سامانه ای بارگذاری کنم که هیچ تضمینی و امنیتش نیست تا طبق قانونی که در حال تصویب در سالهای آتی از میزان افزایش طلای مردم مالیات بر آیدی بگیره اعتراض من به خاطر خودم نیست چون ما رو از ثبت موجودی ویترینمون معاف کرده و از مالیات بر آیدی هم معاف کرده چون متفاید شده که این سرمایه ما و ما داریم بابتش هر سال مالیات بر عمل کرد میدیم تنها موضوعی که الان از ما میخواد اینه که اطلاعات و مشخصات مردم رو که از ما خرید میکنن تو سامانه بارگذاری کنیم پس به خاطر شفافیت خودمون نیست که اعتراض داریم از این شفاف کر... از این شفافتر که تمام زندگیمون جلو چشم مردم و پشت شیشه های این ویترینه کدوم مسئولی اینقدر زندگیش آشکارا و شفاف جلو چشم همه ای ما هست از این شفافتر دیگه چی میخواین؟ الان میخواد درست مثل ارزش افسوده از ما طلا فروش به عنوان یه بازوی اجرایی استفاده کنه تا اطلاعات مشتریان رو در اختیارش قرار بدیم و بعدها برای مالیات فرایدی ازشون استفاده کنه دقت کردین با چه حجمی تو رسانه ها داره بر علیه طلا فروش تخریب صورت میگیره که فروش نمیخواد مالیات بده شما باورتون میشه دولتی که از ده میلیون حقوق کارمند مالیات میگیره از ما مالیات نه. همراهان گرامی اگر از فعالیت رسانه‌ای ما رضایت دارید لطفا این ویدیو رو لایک کنید و در قسمت کامنت های این ویدیو نظرات خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما بنویسید. تنها حمایت شما میتونه فعالیت رسانه آوای ایران رو تضمین کنه. اولین اعلام موضع شاهزاده درباره پادشاهی ایران و پیوند با چپگیرایان هفته فرانسوی پاریس مچ روز جمعه 17 می برابر با 28 اردیبهشت گفتگوی تفصیلی با شاهزاده رضا پهلوی منتشر کرد که شاهزاده رضا پهلوی در آن به مسائل مختلف از جمله خیزش سراسری مردم ایران، صدور احکام سنگین علیه معترضان، انتقاد از غرب بابت ایستادگی ناکافی در برابر حکومت اسلامی و لزوم تحقق دموکراسی در ایران پرداخت. شاهزاده در این گفتگو برای اولین بار موضع خودش را برای همبستگی با چپها اعلام کرد و گفت نتیجه اعتلاف چپ افراطی و اسلامگرایان را در ایران دیده شاهزاده درباره علت محبوبیتش در ایران گفت اینترنت و شبکه های اجتماعی به ایرانیان به ویژه جوانان امکان کسب اطلاعات دادند. حتی اگر زمان پدر و پدر بزرگم مسائلی وجود داشت شرایط زندگی از وضعیت فعلی بهتر و آزادی بیشتر بود. اما این فقط نستالژی نیست. مردم ایران درک کردند ایرانی که من رویای آن را دارم به سمت جهان مدرن، آزادی های فردی، آزادی بیان، آزادی فعالیت انجمنها و مطبوعات، تأمین حقوق زنان، لغو مجازات اعدام و از بین بردن خشونت دولتی مطوف است. آنها میدانند که من میخواهم تبعیض را از بین ببرم. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به لزوم درس گرفتن از تاریخ گفت ما پیش از این اتحاد بین چپ افراطی مارکسیست و اسلامگرایان را در ایران شاهد بوده ایم. دانشجویان میشیگانی که به فارسی شعار مرگ بر آمریکا سر میدادند باید بدانند که سال 1979 وقتی روشنفکران و دانشگاهیان فهمیدند خمینی کیست دیگر دیر شده بود او در پاسخ به اینکه آیا به امکان اتحاد بین سلطنت طلبان کردها لیبرال ها و جمهوری خواهان چپ اعتقاد دارید گفت من به اطلاف افراد خیرخواه در چارچوب دموکراسی و حقوق بشر، حاکمیت قانون و سکولاریسم و در نهایت تخطی ناپذیری از موضوع تمامیت ارزی باور دارم. شاهزاده رضا پهلوی افزود با وجود درآمد بیش از صد میلیارد دلاری نفت، جمهوری اسلامی با تورم چهل درصدی مواجه است. بیش از نیمی از جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند و هر روز اعتصابها و تظاهرات قشره گوناگون پرستاران، معلمان، رانندگان، کارگران، بازنشستگان و حتی بازاریان را شاهدیم. در شرایط فعلی بسیاری از ایرانیان دیگر به مراقبت‌های پزشکی دسترسی ندارند و وضعیت معیشتی بسیار نامناسب است. در چنین وضعیتی سرمایه‌های جمهوری اسلامی به سوی حوثی‌ها، حماس و جهاد اسلامی می‌رود و دیدیم که حمله به اسرائیل هم میلیاردها دلار هزینه داشت، اقدامی که یک شکست آشکار بود. زیرا بیشتر پهبادها و موشک جمهوری اسلامی سرنگون شدند. او در پاسخ به اینکه چرا جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام برای معترضان را افزایش داده و در تازه ترین مورد توماج صالحی را به اعدام محکوم کرده است گفت جمهوری اسلامی برای شکستن روحیه جامعه دست به چنین کاری میزند. صدور حکم اعدام یا بهتر است بگوییم قتل توماج صالحی بخشی از سیاست کلی حکومت است ولی فقیه حاکم بر ایران خواستار تسلیم مردم است در حالی که توماج صدای توقیان است صدور این احکام بیش از هر چیز شکننده بودن سیستم را نشان می دهد. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی درگیر اختلاف داخلی شده است افزود جامعه بین المللی باید درک کند که این رژیم بسیار شکننده است و آنها باید با تشدید تحریم های هدفمند در نابودی جمهوری اسلامی نقش کنند اگر جمهوری اسلامی در قدرت باقی مانده به این دلیل است که غرب به اندازه کافی در برابرش ایستادگی نمی کند. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این گفتگو به های دانشجویان در فرانسه پرداخت و در پاسخ به اینکه آیا جمهوری اسلامی است که دانشجویان های دانشجویان دانشگاههایی از جمله سربون را سازماندهی می کند گفت اگر مشخص شود که اینطور است تعجب نمی کنم. چهل و پنج سال است رژیمی که خود را ضد غربی و ضد سرمایهداری معرفی می کند در محافل روشنفکری خاص به ویژه در محافل فرانسوی دوستانی پیدا کرده است. این رژیم در تمام پایتخت‌های اروپایی پایگاه های شامل مراکز اسلامی، مساجد و مراکز فرهنگی را کرده است و در عین حال روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های یهودی را هدف قرار می‌دهد. او افزود به نظر می‌رسد دانشجویان از این واقعیت درکی ندارند که از واپسگراترین نیروهایی دفاع می‌کنند که خاورمیانه تاکنون به خود دیده است. حوثی در حال به ویرانی کشاندن یمنند حماس قتل عام وحشتناکی در اسرائیل مرتکب شده است حزب الله لبنان را به سوی نابودی میبرد جمهوری اسلامی مخالفانش را در ایران شکنجه می و میکشد موج جدید اعتراضات و اعتصابات در راه است دولت در تامین هزینه و رفاه کارمندان خود ناتوان مانده است در شرایطی که سالانه بالغ بر 80 درصد بودجه عمومی کشور صرف پرداخت هزینه های جاری و حقوق دستمزد کارمندان و بازنشستگان دولت می شود، گزارش ها از اوضاع نامناسب اقتصادی کارکنان دولت و وزارتخانه ها حکایت دارد. تا جایی که پای آنها را هم به تجمعات اعتراضی باز کرده است. در سالهای اخیر این تجمعات از ساختمان وزارتخانه ها فراتر رفته و به خیابان ها کشیده شده است. برخی هم دیگر تبدیل به اعتراضات سراسری و یک پارچه شدند. یک فعال کارگری ساکن تهران با اشاره به اینکه کارگران سال 1402 را با دشواری گذرانده اند میگوید امسال هم حقوق دریافتی زیر خط فقر در مقایسه با تورم افسار گسیخته باعث کوچکتر شدن سفره خانواده ها و حذف بسیاری اقلام ضروری از سبد خرید خانواده شده است این فعال کارگری ادامه می دهد فقدان چشمانداز روشن از آینده اقتصاد ایران در سال جدید این می تواند به وقوع اعتراضات تازه بیانجامد. انجامد. با توجه به وضعیت امسال هم با فشار تورم افسار گسیخته وضعیت معیشت کارگران با بحران های جدی مواجه خواهد بود. بحرانی که با خودش اعتراضات گسترده ای را در اشکال مختلف و در سطوح مختلف درآمدی خواهد آورد. چرا که سفره های خالی آستانه تحمل همه اعضای خانواده را پایین خواهد آورد. اعتراضات معیشتی تا بهبود شرایط تعطیل نخواهد شد. جدا از این مشکلات باید هزینه سرسام آور دارو و درمان که کارگران و به بازنشستگان به دلیل شرایط زندگی و سن و سال با آن دست و پنجه نرم میکنند را اضافه کرد در حالی که ما هر روز شاهد خبرهای جدید از فساد مقامات و فرزندان آنها با رقمهای نجومی هستیم حقوق بگیران در همه سطوح شغلی با بحران معیشت دست و پنجه نرم میکنند. یک فعال اقتصادی شاغل در بازار بورس ضمن اشاره به این نکته که با دولتی توهی شده از ایدئولوژی روبرو هستیم که رفتارش همه بر اساس قدرت است میگوید دولت هواداران کم تعداد و محدودی دارد تنها رابطهش حامی پروری با همان هوادارانش است این دولت بقیه جامعه را با درآمدهای قطر چکانی و در حد دقل معیشت رها کرده است بیشترین حمایت را از حامیان خودش انجام می دهد. ولی این پولپاشی هم تا وقتی پول هست جواب می دهد. وقتی منابع تمام شود که هواداری نخواهد ماند. نمونش را در همین انتخابات مجلس و نتایج آرا شاهد بودیم. همین هواداران اندک هم بیشتر از هر چیز به سهمی که از قدرت و ثروت نصیبشان می شود چشم دوختند. همزمان رئیسی به تازگی در مراسمی تحت عنوان اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت خواهان فرزندآوری زنان ایرانی شد. ریسی بی توجه به ناتوانی شهروندان به تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان مدعی شده است. با امکانات کم هم میشود صاحب فرزند شد و این سخن که تا اتاق اضافه نداشته باشیم نمی توانیم فرزندان بیشتری داشته باشیم سخن قابل دفاعی نیست. تشکیل خانواده و بچه دار شدن حتما نیاز به مسکن و امکانات متناسب دارد. اما اینکه فقط اینها زمینه فرزندآوری باشند باور صحیحی نیست. این سخن را که اگر بچه دار شویم وضعیت اقتصادی چطور می شود خداوند متعال پاسخ داده و این از معجزات الهی است که هیچ کس را ندیدیم وضع مادی او ولو نسبی بعد از ازدواج بدتر از زمان قبل از ازدواج او شده باشد. رئیسی در بخش دیگری از سخنرانی خود آمار سخت جنین در ایران را بالا و نگران کننده خواند و خواستار اقدام دولت و قوه قضایی برای جلوگیری از آن شد. مسئله موانع باید از پیش پا برداشته بشه یکی از مسائل مهم مسئله سخت جنینه آقای این اللهی وزیر محترم هم همت دارن همکارانشون این کار باید جلوش گرفته بشه جز مواردی که پزشک حاضقی اعلام میکنه اینجا ضرورت داره موارد دیگه به صورت پنهان به صورت زیرزمینی درآمدهای آنچنانی من چون آمار رو متقن نمیدونم پشین تیریبون نمیگم اما آمار سخت جنین رو با آمار بالایی میگند متفاوت آمار اما آمار دقیقی نیست اجمالا نگران کننده است اون چی که قطعی است آمار سخت جنین آمار نگران کننده است همه دستن در باید همت کنند همت یعنی چه همت یک اقناع دختران و پسران جوان مردان و زنان ما بدانند این قتل نفسه به لحاظ شرعی قتلا موضوع قتل نفس سخت جنینی که مجاز نباشد و همه اون آثار قتل نفس رو هم برای کسی که مرتکب میشه هم برای مباشر هم برای معاون هم آثار حقوقی دارد هم آثار وضعی داره رئیسی که ناتوانی او در کنترل تورم و افزایش قیمت افسار گسیخته کالاهای اساسی حتی از سوی نمایندگان مجلسی که بیشترین همراهی را با دولت او داشتند مورد انتقاد قرار گرفته است بدون توجه به این انتقادها سخنان پیشین خود را که گفته بود باید برای تشویق خانواده ها به فرزندآوری به فکر خانه های بزرگ باشیم نقض کرده است دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور نیز اعلام کرده که سرانه مصرف گوشت در دنیا سی کیلوگرم در سال است اما در ایران این میزان به 5 کیلوگرم رسیده است و تداوم این روند سوء تغذیه برای اخشار کم درآمد را در پی دارد نگرانی حاکمیت از پدیده پیر شدن جمعیت ایران که مطابق آمارها به دلیل نرخ پایین ازدواج و فرزندآوری سرعت گرفته سبب شده است جمهوری اسلامی برای کاستن از میزان سخت جنین به اقدامهایی مانند حذف طرح قربالگری در دوره بارداری متوصل شود که به گفته برخی پزشکان احتمال تولد کودکان معلول را افزایش داده است. یاران و همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری تحلیلی از آوای ایران رسیدیم. در پایان یادآوری می کنم که با لایک ها و کامنت های خودتون همچنان یاریگر ما باشید. روز و روزگار بر همگی خوش پاینده ایران.